برخ وارداتی هرات هنوز با مشکلات جدی روبروست. معمولا در فصل سرما و گرما مشترکین برق به شدت از ضعیفی و پایین بودن ولتاژ برق شکایت دارند. این شهروندان میگویند تا این چند سال اخیر مسئولان مربوطه هیچ توجهی در قسمت بهبود وضعیت برق این ولایت نکردند. فعالان مدنی در هرات هم میگویند تمام سیستم شبکه برق این ولایت مشکلات اساسی و فنی خود را داشته و نبود افراد مسلکی در این اداره این مشکلات را بزرگتر کرده است. خلیل رسولی به این موضوع پرداخته است. با اینکه چندین سال از ورود و جریان برق در هرات می‌گذرد، اما هنوز این شبکه مشکلات فراوانی دارد. حالا شماری از شهروندان در این ولایت می‌گویند مسئولان اداره برق در این چند سال کار مفیدی را برای حل مشکلات شبکه برق هرات انجام نداده و همساله در جریان سال به ویژه فصل سرما و گرما مشکلات شبکه برق هرات زیادتر می‌شود. این شهروندان می‌گویند کیبل‌کشی و پایه‌گذاری این شبکه باعث جرقه‌های خطرناک می‌شود و در بعضی از مواقع سیم های برق قطع می شود. ما چندین دفعه شاهد همین حادثه هستیم که همین منطقه همین لینا به اندازه سر و صدا و جرقه می کنه، حتی لمبه های آتش از اینا و آتش از اینا مفتکه به زمین. توجهی نمی کنه مسئولین، حتی کاری برای مردم نکردن در مورد برق و ضعیف و قویه. دائم این مشکلات در همین خصوص هست. خدمات خوب مداره انجام بدن، اینا پول میگیرن از مردم. این برق هایی که از کشورهای خارج صادر میشه در اینجا متاسفانه ریاست برق کوچکترین خدمات رو ارائه نمیده. شماری از فعالان مدنی هم با تایید گفته های شهروندان میگویند شبکه برق هرات مشکلات زیادی را دارد و نبود افراد مسلکی در این اداره به این مشکلات افزوده است. خلیل پارسا فعال مدنی در هرات با انتقاد از نماینده های مردم در مجلس میگوید در طول چند سال گذشته نماینده‌های مردم هرات هیچ کاری را برای حل مشکلات برق این ولایت انجام ندادند. او میگوید باید وزارت انرژی در قسمت مشکلات برق هرات تصمیم جدی را بگیرد و به این معضل پایان دهد. اخیراً که دادخواهی که ما امرای ریاست برق داشتیم، اونا ادعا کردند که دو قرارداد بزرگ که حاکی از 17 میلیون دلار است به ارتباط ترمیم برق ترکمنستان اونا گرفتن که از پول خود مردم هرات اعمار میشه و ترمیم میشه. یعنی ما 65 دکل برق پس دوباره از نو در این مسیر ترکمنستان و هرات اینا بازسازی میشه و سبستشن برق ترکمنستان تقویت میشه. با وجود این که همکنون ولایت هرات از دو کشور ایران و ترکمنستان برق وارد نموده، باز هم همواره سر و صداهای مردم به خاطر نبود، ضعیفی، قطع و وصلهای پی در پی و مشکلات کیبل‌کشی و پایه‌گذاری برق بلند بوده است. در این زمینه خواستیم دیدگاه مسئولان اداره برق هرات را ریز با خود داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. با این حال فعالان مدنی به این باورند که اگر بند سلما به فعالیت آغاز نماید و مسئولان وزارت انرژی نیز ظرفیت برق وارداتی هرات را بلندتر ببرند، این مشکلات تا حدی برطرف خواهد شد.